پلیس ضد شورش نیجریه به وسیله گلوله های پلاستیکی و گاز اشکاور تظاهرات مسالمت شیعیان در آبوجا را هدف قرار داد و پس از زخمی کردن شماری از آنان چند نفر را نیز بازداشت کرد. هزاران نفر از شیعیان نیجریه از شهرهای مختلف این کشور به سمت پایتخت حرکت کردند و در خیابان‌های آبوجا با برپای تظاهراتی گسترده خواستار آزادی شیخ ابراهیم زکزاکی روحانی برجسته شیعه این کشور شدند. شرکت کنندگان در این تظاهرات مسالمت آمیز با در دست داشتن تصاویری از شیخ زگزاکی به سوی سازمان حقوق بشر در حرکت بودند که با حمله نیروهای پلیس مواجه شدند. پلیس ضد شورش نیجریه با شلیک گلوله‌های پلاستیکی و گاز اشکاور راهپیمایان را هدف قرار داد و پس از زخمی کردن شماری از آنان چند نفر را نیز بازداشت کرد. شیخ ابراهیم زکزاکی نه ماه پیش و در جریان یورش نیروهای ارتش نیجریه به حسینیه بقیت الله و منزلش در زاریا زخمی و دستگیر شد و به مکانی نامعلوم انتقال یافت. اخبار و شنیده ها است که شیخ زکزاکی بر اثر اصابت گلوله دیده کامل یک چشم خود را از دست داده و چشم دیگرش نیز در وضعیتی خطرناک قرار گرفته و در صورت تأخیر در رسیدگی پزشکی در معرض نابینایی کامل قرار دارد.